سلام دوستان عزیز، درس امروزمون در مورد شکست یک سطوح مقاومتی یا حمایتی یا شکست حقیقی یا شکست جعلی براتون بحث میکنیم که اینا خیلی خیلی مهم هستن. ما در درس گذشته در مورد حمایت و مقاومت براتون بحث کردیم و بحث کردیم که بالانس بین خریدار و فروشنده ها چطوری است. ما گفتیم که میاد مقاومت رو برمیگرده، اما بعضی دفعا مقاومت ها رو یا حمایت ها رو میشکنه و ما با اون بهش میگیم بریک اوت. موقعی که اینجا میبینیم ما این مقاومت رو ما داریم، بعد این مقاومت شکسته و رفته بالا و یه مقاومت دیگه درست کرده و این مقاومت قبلی تبدیل به یه حمایت شده. ببینید اینجا این مقاومت بود، بعد دوباره اینجا این تبدیل به یه حمایت شده است و ما این نکته که اینجا بهش میگیم و بریک آوت یعنی شکستن یک سطوح کلیدی، یک سطوح کلیدی یعنی یک سطوح مقاومتی یا یک سطوح حمایتی که شکست میشه. اما بعضی دفعه این شکست ها جعلی هستن، یعنی جعلی هستن، واقعی نیستن، اینا بهش میگن فیک بریک اوت. ما باید نگران اون باشیم که آیا این یک بریک اوت حقیقی است یا اینکه یک فیک بریک اوت است. بخاطر اینکه اگه شما قبلا اینجا مثلا شورت پوزیشن میگرفتید که ریزش کنه شما سود ببرید، اگه این دفعه این کار میکردی اینجا ضرر زیادی میکردی، بخاطر اینکه اینجا ادامه این سطوح شکوند و این شکست یه شکست حقیقی بود و باعث شد که این مقاومت تبدیل به یه حمایت بشه، بعد یه مقاومت دیگه اینجا درست بشه. اوکی، ببینیم، بریم رو چارت بهتون میگیم که چه اتفاقاتی میافته. ما اینجا اگه این چارت رو نگاه کنید، به ما نگاه میکنیم که اوکی، ما یه نقطه اینجا داریم، اینی مقاومته، اینجا یه مقاومتی درست شده، ما نگاه میکنیم که این مقاومت رو زده اما نتونسته، یعنی مقاومت رو بشکنه، دوباره شروع به ریزش خودش کرده، اومده و دوباره سعی کرده این مقاومت رو بشکنه، یه شادو از اینجا در اومده، این شادو که از اینجا در اومده، خیلی از شما شاید فکر کنی آه الان بریک اوت کرد و من باید به جای اینکه بخرم که داره بالا میره، اما نگاه کنید فیک بریک اوت. چرا؟ به خاطر اینکه این نرمال است که اینا پارازیت میگن، اینا چیزای خیلی خیلی نرمال است که این حالت اتفاق بیفته موقعی که تو نکات کلیدی میایم، بخاطر اینکه تو اون نکات کلیدی چیز یعنی حرکت بین خریدار و فروشنده خیلی خیلی شدیده و این باعث میشه که بعضی دفعا پارازیت های اینجا اتفاق بیفته. بعد نگاه کنی این بریک اوت کرده اما نتونسته، بعد از اون این بریک اوت رو فیک میگم، بعد این ریزش کرده اومده پایین و پایین، دوباره همین حالت ما اینجا داشتیم، زده کمی بالا اومده اما بازم بریک آوت نکرده. و تا که ما میایم اینجا، اگه نگاه کنید اینجا، ما این شمعی که اینجا شما میبینید، این شمع رو میبینید، اینجا یه بریک آوت زده، یه شادو زده، اما اون بریک آوت چی بوده؟ اون جعلی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این با شادو زده. ما یه بریک آوت اینطوری رو میخوایم، یه بریک آوتی که مثل یه شمع بزرگی، یه کندل بزرگی با بادی بزرگی بزنه، اون موقع ما میگیم. اگه نگاه این کندلی که اینجا زده، این مقاومت رو شکنده، هیچ شدوی اینجا نداره، بلکه یک کندل بسیار قوی است و این کندل این مقاومت رو زده. این به این معنی است که اینجا ما یه بریک اوت، یک بار بریک اوت حقیقی داریم، این یه بریک اوت حقیقی، در حالی که این زرده ها یک بریک اوت حقیقی نیستن. و همینطوری که میبینید بعد از اون یه کندل خیلی خیلی قوی تر از اون اومده. چرا؟ بخاطر اینکه اینجا دیگه خرید فروشنده ها تسلیم میشن و
خریدار خود قدرت رو میگیرن تو دست خودشون و دوباره قیمت رو میبرن بالا. پس ما باید برای بریک آوت نگاه کنیم که اون کندلی که اون بریک آوت رو اونجا میکنه خیلی خیلی قوی است، شدید است یا شدید نه، یعنی رشد اون بادیش، یعنی بادی اون کندل قوی است یا نه، و اون کندل با چند تا کندل های دیگه فالو میکنن، یعنی همدیگه رو دنبال هم میرن، مثل اینجا مثلا اینو زده بعد دوباره این زده، اون موقع ما میدونیم که این یک بریک آوت حقیقی است. اگه دوباره من یه چارت دیگه اینجا براتون نشون میدم که ما میبینیم که اینجا ما یه مقاومت داریم، یه مقاومت اینجا یک کف است و همینطوری اگه موقعی که مقاومت و حمایت رو میکشی سعی میکنی موقعی که دو تا کف رو اینجا پیدا کنی سعی کنی اون خطا رو دراز بکشی، خیلی خیلی دراز بکشی تا اینکه شما بدونی که چه اتفاقاتی میفته، نه این بگید اوکی این دو تا کف رو با هم ربط کنی بعد یه خطی تا اینجا بکشی، اون هیچ معنا نداره. موقعی که شما خطوط مقاومت و حمایت ها رو میکشید سعی کنید تمام چارت رو بکشید، موقعی که این دوتا میاد این خط این و این به هم ربط میکنه شما میکشید، شما موقعی که خط رو میکشید اینطوری خط رو میکشید سعی کنید خطاتون هر چقدر میتونید دراز باشن، یعنی تا اینکه خوب بهتون نشون میده. بعد ما نگاه میکنیم اینجا مثلا اوکی این مقاومت رو زده نتونسته، یه شادو زده دوباره برگشته، اینجا شادو نزدیک شده دوباره برگشته و اومده پایین، و ما میاییم اینجا این حمایت اینجا رو میبینیم، یه زده حمایت با یه کندل خوبی اینجا زده، بعد کندل دیگه نگاه میکنی یه دوجی درست شده و اینجا یه شادوی زده، یه شادو دوباره اون شادو خریدار اومدن و باعث شده این شمع کوچک بشه، یعنی اون شمع بادیشو کوچک بشه، به این معنی است که اینجا موقعی که شمع اینطوری کوچک با شدوهای دراز پیدا میبینید، یا شدوهای بزرگی میبینید و یه شمع با یه بدنه کوچکی داره، این بی‌معنی است که جنگ بین خریدارا و فروشنده ها خیلی خیلی قوی است، اما اینجا نشون میده که قیمت رد شده و این یه بریک آوت جعلی است. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه از اینجا ریزش نمیکنه، بالا میزنه، میاد دوباره، میاد اینجا دوباره، ما میایم اینجا همون نرمال عادی، اینجا هیچ بریک آوتی نمیشه، ما میریم اینجا دوباره برمیگرده به مقاومت، اینجا دوباره به یه شادو مقاومت میبینی که نگاه کنی این کندل چقدر کوچک درست شده. چرا درست شده؟ به خاطر اینکه قیمت از اینجا رد شده، و موقعی که ما میبینیم این شادو اینجا رد شده از ورگ، این یه بریک اوت فولسه. چرا؟ به خاطر اینکه این بریک اوت حقیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بدنه شم خیلی خیلی کوچک است و ما میبینیم که قیمت در این سطح خیلی پرایس ریجکشن داره، یعنی قیمت رد میشه اینجا، قیمت رو قبول نمیکنه از این قیمت بالاتر بره و همینطوری دوره باعث میشه ریزش کنه. چیزی که جالب است اینجا موقعی که ریزش میکنه ما میبینیم با یه شمع خیلی خیلی بزرگ اینجا را زرد و این ما حمایتش کرد. خیلی از شما نگاه میکنین میگید که اوکی او الان دیگه این حمایت شکوند، الان دیگه رجه، نه این حد حمایت به شما باید این با این شمع بذارید، شما باید به شمع بعدی نگاه کنید، یکی دو تا یعنی کندل رو نگاه کنید و قبل از این که شما تاییدی بگیرید که این بریک اوت شده. ما اگه نگاه کنیم این روز اینطوری شده، روز بعد نگاه میکنی همینجا اینجا یک کندل باز شده، دوباره یک کندل اینجا، این به این معنی است که هنوز این بریک اوت راستی نیست، و بعد روز بعدش نگاه میکنیم چه کندل بزرگی اومد، دوباره قیمت برگشت از اونجا، قیمت برگشت. پس اگه شما ها با این کندل، یک کندل اینجا که این حمایت شکوند، اگه شما اینطوری وارد میشدی که ریزش میکنه، اون موقع اشتباه میکردی، شما باید وایستید که کندل بعدی چه بهتون میگه، و بعد که کندل بعدی ما میبینیم هیچ حرکت پایین تر نمیکنه بلکه یک کمی بالاتر میاید، این به این معنی است که دوباره شما باید وای بستید، منتظر باشید، تاییدی بگیری که آیا ریزش زیادتری میکنه یا اینکه برمیگرده، و میدونید بعدش شمع بعدیش که یه شادو اینجا زده، این شادوی به شدت برگشته و این شادو باعث شده که قیمت دوباره بره بالا، و این به این معنی است که ما اینجا یه بریک آوت جعلی داشتیم. اگه شما این بریک آوت رو تصمیم گیری میکردی که با این دارایی ریزش میکنه، اون موقع تصمیمتون اشتباه بود، برعکس این دارایی باعث شد که اینجا رشد خیلی 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 قوی کنه. پس موقعی که
اگر خلاصه اینجا را بگم، موقعی که شما با قیمت نزدیک یک مقام، یک سطوح کلیدی چه مقامات و حمایت شده، اینا است که شما میدونی که احتمال این که قیمت برگرده برعکس بشه خیلی خیلی زیاده، اما احتمال اینم داره که بریک آوت کنه. بریک آوت کنه یعنی اون سطوح رو بشکنه. اگه اون سطوح رو بشکنه در اون جهت یه حرکت خیلی خیلی شدیدی خواهد کرد و شما نباید اون فرصت رو از دست بدید. پس موقعی که قیمت ها میان اینجا یا میان حمایت ها، قیمت میرسه به حمایت نقاط کلیدی، شما باید دو تا چیز رو در نظر بگیرید. یکی اینکه احتمال اینه قیمت یا برمیگرده، یا قیمت از اونجا برمیگرده با شدت برمیگرده، یا اینکه اون سطح رو میشکنه. ببین دو تا فاکتور شما دارید، یا تو اون نکات کلیدی یا سطح رو میشکنه یا برمیگرده. حالا شما چیکار میکنی؟ شما اونجا دنبال تاییدی میگردی ببینی آیا تاییدی میگیری یا نه. منتظر میشی میبینید آیا این الان اینجا زد، نگاه میکنی شمع بعدی نگاه کنی یک ریجکشن، یعنی قبول نمیکنه اینجا قیمت پایین تر بره. شما میبینید و بعد نگاه میکنی که برگشت، اون موقع شما دیگه میخرید به طرف برای لانگ میرید، یعنی میخرید. بعد دوباره اینجا که میاد، اینجا که شما میبینید نگاه میکنید، این مقاومت دو حالت داره، یا اینکه اونو میشکنه رشد بزرگی میکنه میره، یا اینکه برمیگرده قیمت. حالا این دو تا سناریو ما داریم. این دو تا سناریو ما چیکار میکنیم؟ ما نگاه میکنیم تاییدی بگیریم برای این سناریو. موقعی که ما میبینیم یک کندل اینطوری، یک شادوی بزرگی درست شد و این شادو باعث شد یک کندل کوچیک اینجا درست شد، این به این معنی است که احتمال اینکه اینو بشکنه خیلی خیلی کم است. ما نگاه میکنیم به کندل دیگه که اینطوری داره درست میشه، اون موقع اینجا ما وارد میشیم که شورت پوزیشن رو میگیریم، یعنی برای اینکه موقعی که ریزش میکنه ما سود ببریم. بعد همینطوری با سودمون میایم تا میرسیم اینجا دوباره حمایت. حمایت که رسیدیم ما اونجا، این پوزیشنی که اینجا ما داشتیم دیگه اونجا رو میبندیم و اینجا دوباره دو تا سناریو داریم. یا سناریو داریم ما این که میشکنه دوباره ادامه میده به ریزش خود، یا این که با شدت برمیگرده. حالا ما میبینیم که این کندل بزرگ اومده، خیلی خیلی قوی است و این خطرناکه، خیلی خیلی خطرناکه. این الان میگه که اینو شکند، اما هنوز ما تاییدی نگرفتیم. ما منتظر میشیم شمع بعدی رو نگاه کنیم آیا تایید بگیریم که این حقیقی از یا نشه. اما بعدی ما نگاه میکنیم نه، چنین چیزی نیست، بازم یه ریزش اینجا شده، اما در همون سطحی که قیمت رو گرد. این به این معنی هست که اونجا نامعلومه که آیا میشکنه یا نه. بعد ما منتظر میشیم، بخاطر این شم این تاییدی را به ما نداد، منتظر شمع دیگه میشیم، منتظر کندل دیگه میشیم. کندل دیگه که میاد، واو، میزنه میاد بالا، اون موقع که اینطوری زد بالا دیگه اون تاییدی اومد دیگه، شماها اینجاها یا اینجا دیگه وارد میشید، به خاطر اینکه شما تاییدی گرفتی که دیگه تو این حمایت دیگه شکست نخورد، بلکه اون حمایت خیلی قشنگ جواب داد و بازار باز شد و اون موقع شما اینجاها و اینجاها وارد میشید. بعد دوباره شروع میکنه تا میرسه اونجا، همون سناریو رو داره. پس خلاصه براتون بگم، موقعی که شما توی سطوح چیز وارش نزدیک شد، قیمت شد، شما باید سناریوی بریک آوت رو در نظر بگیرید، سناریوی برگشت قیمت رو نگاه کنید. برگشت قیمت یعنی برعکس، برگ قیمت در اون سطح برمیگرده، اگه بالا پایین اومده باشه بالا میره، اگه بالا رفته باشه دوباره پایین میاد، یا اینکه بریک آوت میکنه یعنی میشکنه اون سطح و میره همون در همون جهت حرکت میکنه. در هر دو حالت، در هر دو سناریو، شما باید دنبال تاییدی باشی، تاییدی بگیری که آیا این تاییدی میده که آیا سناریوی برگشت رو داره یا سناریوی بریک آوت رو داره. در غیر این صورت شما میشید قربانی بریک آوت های جعلی میشه که خیلی خیلی براتون گران تموم میشه. اوکی، امیدوارم موفق باشید و درس خوبی باشه براتون این. خداحافظ.